این هفته با حسن شمعی‌زاده، چهره نامدار موسیقی ایران، گفتگو میکنم. هنرمندی با سالها حضور درخشان در عرصه موسیقی که نیازی به معرفی نداره و همه شما با آثارش آشنا هستید. در دقایق آینده درباره پروژه‌های جدید این هنرمند گفتگو میکنیم. سلام تو سلامی آشنا بود، سلام تو پر از لطف و صفا بود، برای من کلامی زندگی ساز، سلام تو پیامی از خدا بود، سلام تو طلوع پاک شبنم، غروب ظلمت و تاریکی و غم، سلام تو نوید زنده موندن، سلام تو امید بودن من، تو وقتی پر زدی دل با تو پر زد، فقط غم بود که اومد حلقه بر در زد، تو وقتی پر زدی دل با تو پر زد، فقط غم بود که اومد حلقه بر در زد. آقای حسن شمعی‌زاده، به شما سلام میکنم. سپاسگزارم از اینکه در لس آنجلس با ما همراه هستید. سپاس از شما. درود بر شما و همه بینندگان عزیز. شما مدتی تک ترانه یا تک آهنگ منتشر میکنید، دیگه این رویه ای که ادامه خواهید داد، یعنی آلبومی در کار نیست؟ ببینید، قبل از انقلاب، حالا تاریخ ما هم شده قبل از انقلاب، بعد از انقلاب. قبل از انقلاب همه آهنگا تک ترانه بودن، در اون موقع آلبوم وجود نداشت. من این رو بیشتر میپسندم، ولی خب در اون موقع صفحه ای زده میشد و از اون فروش اون صفحه یه برگشتی بود، ولی الان موقعیت فرق میکنه. تک ترانه میتونه، تک آهنگ میتونه بیشتر وقت داشته باشه، بیشتر جا بیفته. خود شما از این رویه راضی هستید؟ یعنی همین تک آهنگ یا تک ترانه چه مزایا و محاسنی برای خودتون داره؟ این تجربه هستش که براتون جالب باشه؟ به هر حال شما وقتی واسه یه آلبوم بزنین اینقدر طول میکشید که بعضی آهنگ ها سانداش کهنه میشد، موقعیتش از دست میداد و برای خود شما هم کهنه میشد، ولی تک آهنگ بهتر میتونه جا. من اینو بیشتر میپسندم. در صحبتاتون شما به مسئله اشاره کرده که شاید بد نباشه مقدار راجع به اون صحبت کنیم، این واژه یا اصطلاح تک آهنگ و تک ترانه. خود شما دوست دارین استفاده کنین تک آهنگ، توضیح میدین دقیقاً جریان چه تفاوتی اینا با هم دارن؟ ببینید، اگر ما موسیقی پاپ رو یا موسیقی راک رو از غربی‌ها یاد گرفتیم، ما اونجا تک لیریکس، تک پوئم نداریم. ما سانگ، اسم سانگ نامیده میشه، آهنگ نامیده میشه. و قبل از انقلاب هم باز شما یه صفحه قدیمی نگاه کنیم، می‌نویسن آهنگ، نمی‌نویسن ترانه. آهنگ از فلان کس، یا کلام از فلان کس، ترانه از فلان کس، یا شعر از فلان کس. من در کارم که منتشر میکنم این موضوع رو رعایت میکنم. اگر شعر می‌نویسم شعر، اگر واقعا ترانه است می‌نویسم ترانه. خود شما این تک آهنگا یا تک ترانه ها رو از چه طریقی توزیع میکنید؟ این روزا کارا چگونه منتشر میشه؟ خودتون از این صفحات اجتماعی سایت های اینترنتی استفاده میکنین؟ بله، تنها ما به شکل همین سایت اینترنتی، اگه به صورت آدیو بیاد، اگه به صورت ویدیو بیاد که خب باید بازم اونجا هم در سایت های اینترنتی هم منتشر میشه و در بیشتر تلویزیون ها منتشر میشه. فعلا ما قبلا یک سی دی می‌زدیم، یه عکس هم روش بود، میرفت تمام دنیا، ارتباط ما با مردم اینطوری برقرار می‌شد، ولی الان مجبور می‌شیم که ویدیو هم بزنیم، چون از طریق ویدیو بیشتر مردم در ارتباطن. آقای شمعی‌زاده، هزینه کار چطور تأمین میشه؟ یعنی شما این ترانه ها، آهنگا رو می‌فروشین، وضعیت اقتصادی بازار چگونه است؟ اگر به مسئله مثلا تولید آهنگ بپردازیم،
من در داخل ایران نمیدونم چی میگذره، ولی در خارج از ایران هر کسی که آهنگ تولید میکنه تمام مخارج رو از داره عجیب میپردازه و هیچ برگشتی هم نداره. البته من خودم با اینکه من خودم استودیو دارم، خودم آهنگساز هستم، ولی هر آهنگ که منتشر میکنم بین 4 5 تا 7 گاهی تا 8000 دلار خرج برمی‌داره. تمام خوانندگان امروز برای بقای خودشون، برای اینکه بمونن در بازار، باید تولید بکنن. البته درآمدشون از جای دیگه است. درآمد ماها از تولید آهنگ و ترانه نیست. تولید مثلا درآمد ما از راه کنسرت‌ها و کلاب‌ها و جای دیگه است. کسی که میخواد در بازار بمونه باید تولید بکنه، و الا از دل برود هر آن که از دیده برفت. مثلا اونه تصمیم تو بگی، وقت گلایه نیست، همسایتم ببین، همسایه سایه نیست. تصمیم تو بگیر، میفهمم تو رو، یا با خودم بمون یا بی خبر برو. فکر و خیال من سرسختی تو نیست، چیزی مهمتر از خوشبختی تو نیست. دل دل نکن، بگو تصمیم تو به من، این حرف آخر رو اول به من بزن. حالا بگو به من، حالا که وقتشه، شاید برای ما چیزی عوض بشه. یکی از کارهایی که در ماهای گذشته از شما منتشر شده اسمش از تصمیم، در این باره توضیح بدید این چگونه شکل گرفت، چه داستانی داره؟ این آهنگ تصمیم، ما اول آهنگ رو ساختم، آقای میلاد افشین روی اون کلام گذاشت، ترانه گذاشت، میتونم اسمش بذارم ترانه، و آقای نیکانم تنظیمش کرد که یکی از تنظیم‌کننده‌های بسیار خوبه، و برحال ارائه شد به بازار. موفقم بود خوشبختانه. برداشت من اینه که شما علاقه خاصی هم به این ترانه دارید، یه مقدار درباره پیام اون توضیح میدید، چون کار متفاوتیه داره. درباره چه تصمیمی صحبت میکنید؟ ویدیویی که ساخته شد از نیما جوادی و خانم آزیتا، خانم ایشون که کارگردانی این قضیه رو انجام دادن، این کار بسیار زیبا به صورت بسیار اجتماعی ارائه شد. ولی من ببینید، کارهای سمبولیک شنونده میتونه خودش برداشت خودش رو داشته باشه. من حتی فکر میکردم که از این حتی برداشت عاشقانه، برداشت اجتماعی و حتی برداشت سیاسی هم بشه. دیگه اون بستگی به شنونده است که چه برداشتی از اون بکنه. ولی خب چون ویدیو مجبور بودیم، ولی راه دیگه نداشتیم، که راه‌های مختلفی رفتیم برای ارائه ویدیو این آهنگ، ولی به جایی نرسیدیم. بالاخره آقای جوادی داستان زیبا روش گذاشتن و به صورت بسیار اجتماعی پخش شد، که بیشتر برداشت اجتماعی ازش میشه. آقای شمعی‌زاده، شما به عنوان نوازنده و آهنگساز وارد عرصه موسیقی شدین، شاید بد نباشه کمی درباره گذشته توضیح بدید، چگونه با موسیقی آشنا شدید، چه سازایی میزنید و این موضوع چه اهمیتی در کارنامه شما داره؟ من از سال 1337 به عنوان نوازنده در تئاتر، در ارکستر تئاتر بودم، یعنی حرفه‌ای بودم، از این راه درآمد داشتم. همون زمان مدرسه می رفتم در تئاتر اصفهان که مال آقای ناصر فرهمند بود، شادرمان ناصر فرهمند، یکی از بزرگان تئاتر ایران. و به اصطلاح ساز اول من کلارینت، ساز دوم من فلوته، و ساز سوم هم ساکسفونه. من از 1345 ساکسفون رو شروع کردم، ساکسفون آلتو و ساکسفون تنور. به اصطلاح
من 55-56 ساله در کار موزیک هستم، ولی زمان آهنگسازی من به 42-43 سال میرسه و زمان خوانندگی به 42 سال. آقای شمایزاده، داشتم صفحه فیسبوکتون رو نگاه میکردم، یه نکته جالب بود، توضیحی داده بودید درباره معنای واقعی واژه آهنگساز و تفاوتی که با ملودی ساز داره. شاید بد نباشه یه مقدار در این باره توضیح بدی، جریان چیه، چه تفاوتی بین این واژه‌ها هست؟ ببینید، ما باز عرض میکنم، قبل از انقلاب روی تمام صفحات نوشته میشد آهنگساز فلان کس، ما ملودی ساز نداشتیم. حالا این حالا یه ذره شیطنت بوده در روش که به اصطلاح میگن ملودی ساز. ملودی سازی میتونه در دستگاه‌های ایرانی، مثلا اگه یه آهنگ رو در اصفهان بسازی میتونی بهش بگی ملودی سازی، ولی اگه موسیقی به اصطلاح پاپ غربی رو داریم اجرا میکنیم، ما در غرب کلمه اسم ملودی رایتر نداریم، ما سانگ رایتر داریم. و اصلا این کلمه ملودی ساز من عصبانی میکنه وقتی میشنوم. من وقتی فرض کنیم مثلا وقتی آهنگ مرداب رو ساختم، 4 تا کورد رو اول می مینور، لا مینور، 6 دو ماژور، 7 رو اول تعیین کردم، از این ورس این آهنگ رو و حتی اوبرتور این آهنگ رو از تو این 4 تا کورد آوردم بیرون. آهنگساز اون نوعی که من آهنگسازی میکنم، البته نه همه نوع آهنگسازی من تو دستگاه ایرانی هم آهنگ زیاد ساختم، ولی اون نوع موسیقی که مثل مرداب یا مثل دلتنگی یا مثل تصمیم، این کار رو من میسازم، اینا همزمان با هارمونی کوردش اجرا میشه، فواصل از روی کوردها و از روی هارمونی کوردها انتخاب میشه. همینجوری نیست که فقط بخوام ملودی سازی بکنیم. نه، این کلمه رو من اصلا دوست ندارم و من کلمه آهنگساز بیشتر میپسندم و درست‌تر هست. به همون دلیلی که گفتم، ما در غرب کلمه به اسم ملودی رایتر نداریم، ما سانگ رایتر داریم. درباره ترانه دلتنگی توضیح بدیدی که دیگه از کارهای موفق شماست که در ماهای اخیر منتشر شده. این چه داستانی داره؟ شناسنامه‌اش چیه، آقای شمایزاده؟ شعری بود از آقای رامین بیدارس، رامتین بیدارس، اسمش دفعه ذره سخت برای من میشه. بله، ایشون این شعر رو گفتن، من با همکاری ایشون وادارشون کردم که این شعر به صورت ترانه در بیاد. وقتی هم در اومد، باز تصمیم گرفتم آهنگش رو عوض کنم، با آهنگ رو عوض کردم و آقای رامین کبیری هم ویدیو اینو گرفت و آقای تیکران ساکیان هم تنظیم کننده آهنگ بود، که البته آهنگ قبلی این هم باز شعر رامتین بیدارس اومده روش که به زودی اونم منتشر میکنم. به ظاهر از تو دلگیرم، ولی دنیا ما من میدم که برگردم به اون لحظه که بودی یا نفهمیدم که توی راه دل تنگی نگاهت همدمم میشد، توی مسیر بی برگشت با قلبم هم قدم میشم. برام دل دادگی سخته، برات دل کندن آسونه، هنوز چشمام درگیره، یکی اشک یکی خونه، پشت نگاه تو، هنوز پشت تو پنهونم. اگه میخوای که من رد شم، تو لب تر کن نمیمونم. پشت لحظه ها عشقت نشسته، بی تو تباه این قلب خسته، من خوب گرفت ولی این روزا با چه شعرا یا ترانه سرایانی همکاری میکنین؟ در انتخاب اونها چه ملاکی دارید؟ چه مسائلی رو در نظر میگیرید؟ یه سری ترانه سرای خوب اینجا داشتیم، مثل آقای دکتر ایرج رزمشو که اخیراً فوت شده. واقعا بیژن سمندر الان آلزایمر گرفته، فراموشی گرفته و واقعا
دست من از آهنگای شاد کوتاه شد با وضعیت بیژن سمندر، چون بیشتر کارهای شاد من با ایشون بوده، آقا بیژن سمندر بوده. و ببینید به هر حال یه سری ترانه‌سرها به هر حال در خارج کشور کم کارتر شدن و یه سری ترانه‌سرای جوان در ایران هستن که دارن کار میکنن و خب اونا محدودیت دارن، نمیشه ازشون توقع داشت که بتونن هر کاری رو ارائه بدن. خب با وضعیتی که در ایران هست و محدودیت هایی که براشون هست و میترسن و مجبورن که فقط عاشقانه بگن، چاره دیگه ندارن. شما مختصری درباره سابقتون در نوازندگی و آهنگسازی توضیح دادید، شاید اینجا خالی از لطف نباشه ورودتون به عرصه خوانندگی رو هم درباره اون توضیح بدید. چی شد که تصمیم گرفتین خواننده بشین؟ در دهه 40 که مردم ایران بیشتر آهنگای غربی رو برای استفاده میکردن، البته نه همه مردم، اون موقع من در ارکستر که خواننده آهنگای ایتالیایی میخوندم، مثل تمه تمه رو، مثل روبرتا، کالیندل سول یا سپاره دی سهره، این نوع آهنگا رو میخوندم. من اونقدر علاقم به نوازندگی زیاد بود و اینقدر علاقم به آهنگسازی زیاد بود که توجه به خوانندگی نداشتم. ولی فکر میکنم یه ذره دیر باشه که درباره این مسئله صحبت کنیم. من 42 ساله دارم میخونم و در همون برنامه معروف که بسیارم جنجال آفرین بود، چون من در تلویزیون خوندم آهنگ مرداب را با مردم، به اصطلاح به خواست مردم من خوانندگی رو شروع کردم و 42 سال هم است که خواننده موفقی هستم و 95 تا 98 درصد زندگی من به خوبی از این راه تأمین شده. من از آهنگسازی درآمدی نداشتم که بخوام بتونم با اون زندگی بکنم. آقای شمعی‌زاده، بسیاری پرسیدن که آیا شما دیگه هیچ برنامه‌ای ندارید که برای خواننده‌های دیگه آهنگ بسازید یا در این زمینه با اونا همکاری داشته باشید؟ توضیح خاصی در این زمینه هست؟ بله، ببینید من یه موقع جوان بودم و اون فشاری که زمان آهنگسازی به من میومد حس نمی‌کردم. ولی یه مقدار که پا به سن گذاشتم احساس کردم که وقتی که من شروع می‌کنم به آهنگی رو ساختن در یک فضای قرار می‌گیرم و در یک فشار روحی، مغزی و جسمی قرار می‌گیرم که تا این آهنگ رو تموم کنم یه فشار زیادی به من میاد و واقعاً خودم قادر نیستم که تعداد ساختم زیاد، البته همین حالا من 5 تا آهنگ منتشر نشده دارم، ولی آخرین در این اواخر آهنگی ساختم برای دوست عزیزم سلطان قلب آقای عارف که با شعری از افشین مقدم هست و تنظیم آقای تیکران ساکیان که انشالله که به زودی اونم منتشر بشه. عارف از دوستای بسیار خوب منه و خواستم براش کاری بکنم. ما هر بار که در خدمتون هستیم یکی از اون سوالایی که بارها بارها تکرار میشه درباره همکاری شما با خانم گوگوشه. آیا هیچ طرح و برنامه‌ای در این زمینه هست؟ ممکنه در آینده با ایشون همکاری مشترکی داشته باشید؟ ببینید صادقانه بگم، من هیچ نیازی با همکاری با ایشون ندارم، ولی ایشون همیشه برام قابل احترامه، همیشه ایشون رو دوست داشتم و خواهم داشت، ولی سوء تفاهمایی که به وجود اومده باید اول از بین بره. ما در ایرانم ببینید، من در ایران از پاییز 1351 شروع کردم و شهریور 1356 آخرین کار من بود با ایشون که در مجموع میشه 5 سال. ولی اگر زمانهایی که یعنی وقفهایی که بین کار ما افتاده و هر دفعه این رابطه ها قطع شده، اگر اینها رو همه رو زمانهایی که ما با هم همکاری داشتیم جمع بکنیم، یک سال و نیم نمیشه. یعنی مرتب این همکاری ما قطع شده، روزنامه هاش هم هست و این همکاری دوباره قطع و وصل شده. ولی من همیشه ایشون رو دوست دارم، همیشه هم برایشون احترام قائلم و عرض کردم یک سری سوء تفاهمات به وجود اومده که اول باید از بین بره. آقای شمعی‌زاده، در سالهای اخیر شما تعدادی از آهنگایی که برای سایر هنرمندا در گذشته ساخته بودی دوباره خودتون اجرا کردید، بازخونی اونهاست، نوع متفاوتی. جریان چیه؟ چرا این ترانه‌های آهنگا رو دوباره خوندید؟
فکر میکنم فقط دو تا آهنگ بود، یکی اگه بیشتره منو تصحیح کنید، یکی کبیر بود، یکی هم چشم من. من در برنامه زنده هم آهنگایی که برای دیگرانم ساختم میخونم، اجرا میکنم و به اصطلاح بیشتر برنامه زنده من اسمش گلدن سانگ هست، یعنی آهنگای گلد را حالا یا خودم خوندم یا دیگران روی استیج روی صحنه زنده اجرا میکنم و خیلی هم مردم استقبال میکنن. آهنگ کبیر رو چون خیلی در زنده در لایو از من استقبال میکردند اینو اومدم بازخونش کردم. اما راجع به چشم من، چشم من یه داستان طولانی داره که وقت نیست من اینجا بخوام اونو خیلی توضیح بدم. ببینید در بین نوارهایی که اخیراً من از ایران آوردم، از خونه مادرم آوردم دبی و از دبی آوردم اینجا، به یه نواری برخوردم که این نوار رو آهنگ چشمان من خونده بودم، منتها چون شعر این از شورای موسیقی رادیو نه به چه دلیلی رد شده بود که حتی ما مجبور شدیم برای خانم گوش و البته اول خانم رامش خونین و شعر از اردلان بخوام شعر دیگه ای رو بذاره به اسم عشق لالایی بارون تو شباز، همون همزاد، و چون من خودم کارمند رادیو بودم و نمیخواستم به رادیو دهنکجی بکنم، از خوندن آهنگ منصرف شدم و دادمش به آقای داریوش، البته همین نوارم دادم که ایشون از روش یاد بگیره و به اصطلاح اینو هم تو نوارا پیدا کردم، گذاشتمش یه ذره دستکاریش کردم، گذاشتمش بیرون به عنوان یه خاطره. البته ایشون بسیار این آهنگو قشنگ خونده، بسیار زیبا خونده، بسیار هم موفق بود، بسیار بسیار موفق بود، خواننده خوبی هم هست. به هر حال من فقط همین چون یه خاطره بود گذاشتمش که به اصطلاح شیر کنم با طرفدارای خودم. من کبیرم ای خدا با حسرت یه قطره آب، یه عمر که دریا رو از دور میبینم تو سرام، بهار برام یه اسمه کهنه تو کتاب، حرف من با آسمون چرا میمونه بی جواب. اگه بارون بباره آروم آروم و نم نم رو لب خشک و تشنم، گیسوی سبز جنگل تنم رو میپوشونه، پرنگ رو درختم بسازه آشونه. آقای شمعی‌زاده، این روزا در مقایسه با گذشته تعداد ترانه های ماندگار و خاطره‌انگیز خیلی کم شده، به ویژه درباره هنرمندای مطرح که خب آثار خاطره‌انگیز بسیاری دارن. دلیل این داستان چیه؟ چرا انقدر این روزا ترانه خوب کمه؟ چیزی یاد آدم نمیمونه، بعد از چند دقیقه فراموش میشه. ببینید قبلا ما آنالوگ بودیم، یعنی سیستم رکوردینگ ما آنالوگ بود، روی نوار بود. اگه یه نفر می‌خواست مثلا در واشنگتن هم یه چیز ضبط کنه، مجبور بیاد لس آنجلس با این ست استودیویی که با ایرانی‌ها کار می‌کردن با اینا کار کنه. وقتی از آنالوگ به دیجیتال رفتیم تعداد استودیوها زیاد شدن. الان تو هر شهری بری حداقل 30 تا 40 تا استودیو ایرانی می‌بینی. و البته اینم بگم در ایران چون کپی رایت نیست، پلاگینایی که با وسایلی که اونا می‌خرن خیلی ارزونه. یعنی چیزی که اونا مثلا با 20000 دلار می‌خرن ما اینجا باید مثلا 23000 دلار بابتش پول بدیم، چون اینجا کپی رایت راحت میشه، دست اونا بازتر از ماست. به هر حال این استودیوها وقتی زیاد شدن خواننده تولید میکنن و این بیکار نمیشینن، خواننده تولید میکنن و با این دستگاه ملوداین و اتوتیون و اینا که اومده با کامپیوتر خواننده رو تحسین میکنه و هر نوع خواننده ای رو خواننده میکنه که البته در انتها مشخصه
یه حالت ماشینی داره، برای عرضه و تقاضا به هم ریخته. شما الان در هر جامعه‌ای در هر موردی وقتی عرضه و تقاضا به هم بریزه همه چیز به هم میریزه. الان درست مثل اینمونه که یک میز پر از غذا هست و همه سیرن. اینقدر ترانه تولید میشه، اینقدر آهنگ تولید میشه و تولید میشه و تولید میشه که این میره اون میاد. من رقمایی که شنیدم نمیدونم اگه درست باشه وحشتناکه، یعنی روزی شاید صدها هزاران آهنگ داره منتشر میشه و این فرصت به شنونده نمیده. در گذشته در ایران شما ببینید مردم از 4:30 بعد از ظهر تلویزیون روشن میکردن، برفک رو نگاه میکردن تا تلویزیون شروع بشه و 11 شب هم که تلویزیون تموم میشد باز برفک رو نگاه میکردن، نه مبادا چیزی رو از دست بدن. یعنی یک تلویزیون بود و مردم همه رو اون رو نگاه میکردن. و در ضمن سختگیری هایی که شورای موسیقی میکرد، شورای شعر میکرد، ساواک میکرد، باعث میشد که تاخیر بیفته در آهنگا و این تاخیر باعث میشد که آهنگا جا بیفته. اگه هر بدی داشت این حس رو داشت، باعث میشد تو آهنگ بعدی این فرصت باشه آهنگ در بین مردم حسابی جا پیدا کنه. برای من الان کاری نداره که بگم یه آهنگ لحظه‌ای درست کنم همم زمزمه میکنم، ولی آهنگ لحظه‌ای میاد باز میمیره. من الان دنبال اون آهنگو نیستم. البته آهنگشان یکی دوتا درست کردم که به زودی منتشر میکنم، ولی الان زمانی است که شنونده فرصت نمیکنه، آهنگ فرصت نمیکنه که خودش رو جا بندازه. آهنگام که میاد حتی اگه میگیرن و موفق میشن به دو دلیل موندگار نیستن. دلیل اولش عرضه زیاده، دلیل دومش اینه که دارن روی شعر آهنگ میسازن، استرکچر ترانه نداره. و در اینجا یه ذره حاشیه برم، به همین دلیل هم هست که ما همه همسایه‌ها رو گوش می‌دیم، همسایه‌ها به ما گوش نمیدن. یعنی تنظیم‌ها زیبا، خواننده زیبا، همه چی زیبا، ولی برای اون شنونده که زبان فارسی بلد نیست چیزی رو قابل شنیدن نیست براش، چون اون استراکچر وجود نداره، چون معنی شعر که نفهمه، چون همه چیز روی معنی کلامه. ما جامعه‌ای هستیم که بیشتر به ادبیاتمون اهمیت میدیم و درست هم هست، چون 1400 سال موسیقی تعطیل بوده و ادبیات رو رشد کرده و این رشد باعث شده که بیشتر توجه مردم روی کلامه. و این البته توجه بیشتر از حد روی کلام باعث عقب افتادگی و واموندن موسیقی خواهد شد. آقای شمعی‌زاده، هنرمندای جوان زیاد این روزا در عرصه موسیقی فعالن، حالا در ژانرها یا سبک‌های گوناگون کار میکنن. به صورت کلی شما نظرتون درباره عمل کرده اونا چیه؟ آیا فرصت دارین کارهایی که در ایران تولید میشه گوش کنین؟ درباره اونا چی فکر میکنین؟ گوش میکنم گاهی. درباره آهنگسازاشون واقعا میبینم که این آهنگسازا با بعضی وقتا واقعا شگفتی میآفرینن. یعنی برای اینکه فرار از اون قالب شعری که روشون گذاشتن، قالب محدود شعری که روشون جلوشون گذاشتن و مجبورن روی اون آهنگ بسازن. ببینید یه جور دیگه بگم، شما وقتی میخوای روی شعر آهنگ بسازی میتونی از بین هزار تا شعر یه دونه رو انتخاب کنی. یعنی این چویس رو، این وقت رو داری، این موقعیت رو داری که از بین هزار تا شعر یه دونه رو انتخاب کنی. ولی وقتی آهنگ رو اول میسازی فقط یه چویس بیشتر نداری که اون کسی که روی این کلام گذاشته. به خاطر همینم خیلی از آهنگای ما که اول ساخته شده به خاطر ضعف کلام همطور مونده و اجرا نشده. به هر حال در ایران تنظیم‌های خوبی من میشنوم، با اینکه اکثرا خیلی‌هاشون هم حتی تنظیم کننده نیستن، پروگرامرن، ولی کارهای خوبی ارائه میدن، قشنگ زیباست، خواننده خوبم توشون هست، آهنگسازای خوبی هم توشون هست که میگم با این گاهی کارهای میکنن که من که خودم کارم اینه تعجب میکنم. میبینم که اینا برای فرار کردن از این قالب محدود شعری که جلوشو گذاشتن چجوری ابتکار میزنن و چیزهایی رو درست میکنن. آیه حسن شمعی‌زاده، از شرکتتون در این گفتگو سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم در ادامه برنامه و پروژه‌ای که در پیش دارید. تشکر میکنم، خیلی ممنونم از شما، سپاس دارم از دعوتتون. شرکت همیشه مایید و موفق و سلامت باشه. با تشکر فراوان از حسن شمعی‌زاده که در لس آنجلس مهمون من بود و به پرسش‌هایی که داشتم جواب داد. این صدای آمریکاست.